در همین مورد بیشتر بحث میکنیم با مهمانان ما قایان سید هاشم جوادی بلخابی آگاه سیاسی و همچنان آصف ثناگزای آگاه اقتصادی که اینجا در سید حضور یافتن. مهمانان گرامی بسیار خوش آمدید به برنامه. اگر اجازه باشه با شما آغاز بکنیم آقای بلخابی که متوقف نمودن فعالیت های نهادهای سویدانی در افغانستان در واکنش به آتش کشیدن نسخه ای از قرآن در آن کشور، فکر میکنین در افغانستان چگونه یک تصمیم هست از امارت اسلامی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شما و همکاران محترم. علیکم سلام. و بینندگان عزیز و ارجمند و مهمانی گرامی برنامه، یقینا از نظر شرع مقدس اسلام توهین به قرآن شریف بر اساس فتاوای همه مذاهب اسلامی یک عمل نامشروع و حکم شرعی اون هم اعدام هست، از جمله در کشور افغانستان، در پاکستان، در کشور جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگه. بنابراین یک عمل بسیار ناپسند و مخالف همه معیارهای جهانی هست. دلیل همین است که سازمانهای جهانی اسلامی و غیر اسلامی و همه ملت ها این عمل را تقبیح و عمل بیشرمانه و زشت تلقی کردن. بنابراین وقتی که یک کشوری یک چنین عمل قبیح و زشتی را اجازه میده، مسلمن که کشورهای اسلامی از جمله کشور اسلامی افغانستان در برابر او یقینا که باید اظهار عقیده بکنن و از عقاید خود و کتاب آسمانی خود به هر نحوی دفاع بکنن. درست. و این هم یک دفاع مشروع بوده، خصوصا که او کشور البته نسخ قرآن شریف در بعضی کشورهای دیگه و در بعضی زمانهای دیگه هم دچار بی‌حرمتی شده و اما با اجازه رسمی یک دولت اگر این کار صورت میگیره، بی نهایت یک عمل وقیحانه، بیشرمانه و تجاوز به حقوق مردم. مثلا 57 کشور دیگر اسلامی هم موجود دارد، 56 در کل. حالا افغانستان می چون این یک کار رو میکنن، نهادهای سویدنی را در افغانستان فعالیتشون رو متوقف میکنن یا حداقل تعلیق میکنن. این هاوی چی پیامی هست که 56 کشور متوقف چون این یک اقدامی نمیکنن، تنها افغانستان می چون تنها امارت اسلامی افغانستان این کار انجام نداده. از این عمل شدیدتر شدیدتر در کشور عراق سفارت سویدن را آتش دادن، در کشور جمهوری اسلامی از رفتن سفیر ممانعت کردند و در کشورهای دیگه هم اقدامات حتی شدیدتر از این هم در عراق مسئله دیروز هم وجود داشته. بله، و هنوز ادامه داره، ممکنه ادامه داره و بنابراین تنها امارت اسلامی افغانستان نبوده و کشورهای دیگه هم اقدامات. اما یه انگیزه را فکر میکنه امارت اسلامی خلق کرده به کشورهای اسلامی دیگر که پس از امارت اسلامی چون این اقدام بکنن که نهاد فعالیتش متوقف بکنن، کشور دیگر هم یک انگیزه برش پیدا شه و چون این عمل به مثل انجام بدن. یقینا کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در جهان از آن به ای داره که ملت افغانستان عموما برای اقامه شریعت و دفاعی از احکام قرآن شریف و نسخ قرآن شریف بیشترین قربانی را در طول تاریخ خصوصا در این 14 داده. درست. بنابراین هر گاهی که دفاع کنه دفاع به جا هست و دیگه کشورها یقینا روحیه بهتری پیدا میکنن. درست. بسیار تشکر بلخابی صاحب، برمیگردم به شما. ثناگزای صاحب، خب درست که یک عمل نادرست هست و در ذات خودش باید تقبیه شود، چون که تقبیه هم شد، چون این یک کاری که توهین به مقدسات اسلام صورت میگیره. اما از دید شما، خب توقف فعالیت نهادهای سویدن در افغانستان در چنین شرایطی چه اثراتی میتونه داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کمنگ او گرو واقعا چی او غیر عادلانه اقدام د البته د سویدن لخوانه، اما که منګه په ټوله کې د دغه توقف د هغه ټولو نهادو د سویډن البته په افغانستان کې که دا اقتصادي اړخ نه د دې ارزونه وکړو، که موږ وګورو سویډن البته په افغانستان کې خپل آر ډی پی یا رولر ډیولپمنټ پروګرامز، هغه د کلو پراختیایي پروګرامونه، د ډیسیبلټي پروګرامز، یا هغه د مایوبینو یا معلولیت کسانو دپاره چې دوی لاس یا پښې خپلې نه لري، د دو دپاره دوی خپل پروګرامونه درلوده. دوی تقریبا تر یو لک دیر زره محصلین البته شاگردان په افغانستان کې دوی خپل لیسی دي د فعالیتونو درلودل.
دغه سی پسیهی بخش کې کومنګ او ګورو اغلری پرتو سیمو کې د افغانستان لکات کومنګ ګورو کونړ لغمان دغه سی نورستان بدخشان په دوه کې د دوی خپل هیلث سنټرز یا د سیهی بخش خپل مرکزونه ول البته کومنګ ګورو د دوی سویډن دغه فعالیتونه په افغانستان کې زه فکر کوم چې د اقتصادي خوانه د افغانستان د اقتصادي ودی او دغه اجتماعي ودی البته د افغانستان کې یو ډیر اغیزمن او ډیر مهم رول دی من لوبولای دا او سم کولای شي د افغانستان په اقتصادي وده کې رغند رول ولوبوي کومنګ ګورو د سویډیش کمیټې خپل د دوی هغه این جی او چې د البته زه فکر کوم چې دغه تل باید اسلامي امارات هم په دې فکر وکړي چې سویډیش کمیټي دا یو این جی او دا نان ګورنمنت اورګنایزیشنز یا غیر یو دولتي اداره د سویډن له خوانه د دې ادارې بندول زه فکر نه کوم چې دومره سر به ډایرکټ په سویډن باندې وي د دوی فعالیتونه تقریبا د دوی افیشل یا رسمي کارمندان چې په افغانستان کې تر 3000 کارمندان د دوی اگر متوقف هم شاو چیزې متاثر میتونه سویدن بسازه یا نه یا میتونه سویدن حداقل وادار به بسازه که معذرت خواهی بکنه از جهان اسلام بخاطر آن چیزی که رخ داده زه فکر کوم چې البته د اسلامي امارات هم ښه اقدام کړی ده او ورته اقدام باید چې ټوله اسلامي نړۍ باید دا اقدام وکړي او زه فکر کوم تنه یو افغانستان په دې اقدام سره به دومره زیات اثر گذار نه وي نسبت په سویډن باندې که چیرته ټول اسلامي پان اسلامیزم یا د اسلامي هغه یو اتحاد ملکونه چې دي د دوی ټول یو والا یو د دوی یو دستجمی یو فیصله به ډیر اغیزمنه وي نسبت شما مثلا چې یک خلای میتونه ایجاد شوه با متوقف کردن خدماتی که شما گفتین بیش از 130,000 کودک در افغانستان مستفید شده این سال گذشته و همچنان در حوزه های مختلف مثلا اینا کمک رسانی کردن به مردم میتونه یک خلای بزرگ در چنین شرایطی که گفتم میشه افغانستان در یک بحران اقتصادی هم هست با وجود بیا که منګه ګورو دغه ته راتلم چې په دې بحث وکم که منګه ګورو د افغانستان د پاره دغه د سویډیش کمیټي یا سویډن دغه انجوګان چې دوی دوی د ورځې 15 میلیون افغانۍ د دوی مصرف په افغانستان کې که منګه دغه یو عاید د افغانستان وګورو دغه سیدا پیسې چې راځي په شکل د افغانۍ البته بهر نه نور ملکونه دي دوی چې دوی ساډا په نوم باندې یو غټ فاندینګ او 100% د دوی هغه بودیجه البته دوی ته تضمینوي دغه پیسې چې راځي افغانستان ته د دوی د پاره البته دا په شکل د فارن کرنسی یا خارجي اسار چې د افغانستان د زیرمو د پاره د افغانستان د انفلاسیون یا د نرخو د ثبات د پاره د سود د ثبات د پاره دغه سي د افغانستان د افغانیو پر ځخ کې البته رغند رول دایم لوبولای د لوبولای شي دغه سي ورته کومنګ د بیروزګاری کچ وګرو په افغانستان کې دغه یو ل 2000 رسمي او غیر رسمي کارمندان دی سویډیش کمیټي چې د بیکاره کیږي دوسره البته داسې 2000 فامیلونه بیکاره کیږي او د افغانستان د دغه بیروزګاری کچه چې WFP دایم منغه یو اندښنه کودلې د افغانستان د خلکو د پاره یو ډیر بد زیره به د اقتصاد له خوانه د خلکو به بیروزګاری او دغه کې وي برمیردم بلخوبی سیب خب حالا مثلا این نهادها در افغانستان فعالیت های گسترده داشتن از خدماتی که گفته شد در به مردم ارائه می کردن و 8000 کارمند هم داشتن که خب حالا تعلیق از کارشان فکر میکنید امارات اسلامی گزینه دیگری نداشتن که رای بدیل در پیش می گرفتن تا اینکه مردم افغانستان متضرر نشه خدمات این نهاد هم در افغانستان باشه و بتونه به نحو فشارم بر سویدن به خاطر آنچه کردنم وارد بکنه البته ممکنه گزینه های دیگه هم باشه که رهبران امارت اسلامی بهتر در جریان هستند و یقینا اونها همه جوانب مسئله را فکر کرده بررسی کرده و تصمیم گرفتن و شاید که این یک تصمیم حکیمانه دانستن علاوه بر اینکه واقعیت اینطوره که ملت افغانستان عقیده داره که والله خیر و رازقین پروردگار تعالی خوبترین روزی دهنده است نه یک کشور کفری یا اسلامی که به هر قیمتی ما راضی باشیم به خاطر کمک اندک مادی موقت که انجام میده به ارزش ها و عقاید و باورها خوستن کتاب آسمانی مسلمانان جهان اهانت بکنه اون هم در جامعه قانون بنابراین این موضع‌گیری امارت اسلامی یقینا یک موضع‌گیری حکیمانه و مناسب ترین و حالا هم فکر میکنین که راه حل وجود داره که دو طرف بتونه کنار بیا هرچند نهاد کمیته سویدن هم گفته که تلاش میکنن تا اینکه با امارات اسلامی کنار بیان و راه حل پیدا بکنن تا اینکه فعالیت هایشون دوباره اثر بگیره در افغانستان هنوز هم فکر میکنین که وجود داره گزینه های از اینکه دو طرف توافق بکنن و نهادهایی که جو فعالیت میکردن فعالیت هایشون اثر بگیرن یقینا ما خوشبین هستیم به این موارد گفتگوها
به لحاظی که ملت افغانستان قربانی مطامی کشورهای غربی و شرقی شده و دینی داره به گردن این کشورها که باید اونها این خسارات جبران بکنن به هر نامی، به نام اینجیو باشه، به نام کمک بشر دوستانه باشه، هر چیز که باشه. بنابراین اونا موظفن که به ما خسارت رساندن، تجاوز کردن در گذشته و حال باید که کمک بکنن از نظر انسانی. یقینا اگر اونها راه های معقولی رو در پیش بگیرن، امارت اسلامی افغانستان واقعا و جدا از همه کشورها و از همه ملت ها به ملت افغانستان دلسوزتره، چرا که خود از ملت افغانستان هست و در همینجا زندگی میکنه و این دردها را احساس کرده در زمان اسارت، در زمان جهاد و حالا هم احساس میکنه و بیشتر خانواده های خود. یک مسئله دیگه است، ما میخواییم مثلا فشار بر حکومت سویدن وارد بکنیم به خاطر اینکه معذرت خواهی بکنه، اما این نهادها که از نهادهای غیر دولتی هستن، مثلا خود کمیته سویدن که شون پیشتر آقای سرانگزای مشوره کردن، مثلا ای که جدا از تحت حکومت فعالیت بکنه در افغانستان یک نهاد خیریه هست، مثلا چرا باید اینا فعالیتاش متوقف شود؟ معمولا دیگری میتونستیم که مثلا معمولا به باور ما هیچ دایه ای از مادر مهربانتر نیست و در این چند دهه به ما شما ثابت شد که هیچ کشوری به خاطر بشریت، به خاطر رضای پروردگار تعالی به ملت افغانستان کمک نمیکنه. یقینا پشت پرده اینها دست های نامرئی دولتی و استخباراتی به عقیده ما و تجربه سالهایی که در افغانستان دیدیم کشمکش وجود داره. به لحاظی که مثلا اینا میرن در قریه ها و قصبات و مسئله ها بارهای امارات اسلامی همی هست بیشتر که مثلا نهادهایی که در افغانستان فعالیت میکنن آمار میگیرن، یک آمارهایی رو ما دیدیم از قریه های دور دور اینا میگیرن از ملت افغانستان که اصلا ربطی به کمک بشردوستانه نداره. اما اگر امارات اسلامی او را به اصطلاح تحت بررسی میگیره یا مانع میشه، فریاد اینا بلند میشه که امارت اسلامی مخالف کمک‌های بشردوستانه است. این دسیسه‌های یهود و نصارا است. البته امارت اسلامی از این مسئله تاثیر توقع تاثیر معنوی و رضای پروردگار تعالی رو داره تا اینکه تحت تاثیر به اصطلاح فیزیکی قرار بده یک کشور دیگره. و او انگیزه معنوی انشالله حاصله. برمیگردم. برخواه بسی بسیار زیاد تشکر. سرانگزه ایسه، خب حالا فکر میکنین اثرگذاری کمک های اینها در افغانستان در کنار زیگه دیگر نهادها هم در کشور فعالیت کرده بودن چقدر برجسته بود و حالا مثلا با فعالیت متوقف شدن این فعالیت ها چی خلاه هایی میتونه در خصوص اقتصادی به افغانستان مثلا وارد شده؟ که منگه او گروه پا دی اواخیرو که البته دی اسلامی امارت حاکمیت او دوی تدیر مسئولیتون البته مخ کدل، زه فکر کومه چې دغه کمیټه یا دغه انجیوګانې په افغانستان کې که د دوی له هغه سیاسي اړخ نه تیر سو منګه او سیاسي اړخ ته البته زموږ خپل سیاسي یو جوړښت یا یو چوکاټ دوی ته جوړ کړو تر څو د دوی هغه فعالیتونه باید په افغانستان کې دننه که هغه زموږ د اسلام یا زموږ د کلتور خلاف وي هغه د هغوی بخش ده چې باید هلته کنټرول سي. اما که موږ دلته وګورو واقعا چې د افغانستان دغه که موږ او تاسې په هغه لرو پرتو سیمو کې بعضې زموږ هغه ورونه هغه خویندې وګورو چې دوی خپل لاسونه له لاسه ورکړي، هغه پښې دوی بایللي دي فعلا که زیاترو ځوی کوبرمګرمروس پیدامه نیبرز خوش آمدید. سانگ زیست پیدامه صحبت های شما را میخوایم داشته باشم. از زمنان میخوایم پرسش زمینی هم داشته باشم. می که شما پیشتر اشاره کردین که روزانه از این نهادا مثلا 5 میلیون افغانی مصارف داشتن در افغانستان وارد میشدن. حالا اگر متوقف شود در چنین شرایطی که اقتصاد افغانستان هم چنین بحرانی گفته شده، چی تاثیر میتونه داشته باشه بر وضعیت؟ لکه مخکې چې ما یادوري وکړله بعضې داسې سکټرو کې دوی فعالیتونه کول چې البته هم په دې سره د اسلامي امارات البته هغه د وګو بوج کمېده او هم د خلکو دپاره یو کاري زمینه او تعلیمي زمینه مسایدېدله. که موږ وګورو د افغانستان البته افغانۍ کار وخت موږ وګورو دوی دایم من خپل هغه ارزښت له لاسه ورکوي د خارجي اثارو په مقابل کې دغه 15 میلیونه د دوی روزانه مصرف البته چې هغه ډالر یا یورو یا پاونډ چې په شکل د کومک
افغانستان ته د دغه سویډیش کمیټي د پاره راځي، دوی دلته دا په مصرف رسوي. دغه افغانۍ د ډالر یا ایرو یا د پاوند په مقابل کې افغانۍ خریدیږي او افغانۍ زی په مصرف رسیږي بازار کې، چې البته دغه د افغانستان بانک یا د افغانستان د حکومت هغه ذخیرې البته ډکېدل دي تر څو پورې پر روانه کې هغه د نړیوال تجارت البته چې د افغانستان نړۍ سره تجارت لري او هغه تجارت کې دوی له خارجي اسارو نه یا ډالر یا پیرو باندې خرید کوي له خارج نه، کولی سي یو غټه مهمه برخه د دغه اثرات د افغانستان د افغانیو د ارزښت په ساتلو باندې وي. که دغسې موږ د نرخو په ثبات کې وګورو، البته د افغانۍ ارزښت چې ساتل کېږي مقابل لوری هلته د انفلاسیون یا د افغانستان کې هغه د نرخونو ثبات رامنځته کېږي. او غټه البته مهمه برخه د دغه سازمانو دلته فعالیت په افغانستان کې البته خلکو ته یو کاري زمینه مساعدېدل دي. که موږ فکر وکړو چې موږ یو لک دیر زره شاګردان په افغانستان کې د سویډیش کمیټې تر کنټرول لاندې یا د دوی دغه مکتبو کې موږ لرو، داسې په 9000 د استادانو تعداد د سویډیش کمیټې لخوا تر څو دوی ته هغه معاشات ورکول کېږي. دغه غزي کې هغه کارمندان یا چې په د مکتب په ساحه کې دوی کار کوي یا داسې کلینیکو کې، نو زه فکر کوم چې د افغانستان د بیروزګاري په کچه کې او د افغانستان دننه د افغانیو په ارزښت او د خلکو په بیروزګاري کې نو ډېر یو رغنده رول لوبولی. فکر میکنین عزیز شما در حمایت از این نهاد کالا کارش متوقف کرده نهادهای دیگری که طرف آنسان است اونا مثلا هماهنگی میکنن، فعالیت هایشون رو متوقف میکنن در به شکل اعتراض گونه ای که باید چنین کاری نمیشد چون باید این مسائل سیاست دور نگه نگه داشته میشدن. ولی نه که من گوگرو یو ان دی پی البته دوی سره هغه پروژکتی بیا زیاتر پروژکتی دی یو ان دی پی خپل سویډیش کمیټی دلته امپلیمنټیشن یا تطبیق د دغه پروژو چې هغه د کش یا د نقدو پیسو د تقسیم په خوا کې و، هغه د غذایي موادو په عرصه کې البته د دوی هغه پروژې وي د یو ان ډی پي چې هغه سویډیش کمیټي خپله په افغانستان کې پلی کولې، نو د دغه مکمل د دغه ادارو بندېدل زه فکر کوم چې دغه بعضې نورې خارجي موسسې به هم په افغانستان کې یو څه تهدید کړي او د دوی هغه فعالیتونه به په افغانستان کې بند شي. زما په اند چې ټول نړۍ سره البته دغسې یو بندېدل د هغه انجیوګانو یا د بعضې داسې موسساتو زموږ هغه نړیوال مشروعیت ته به البته یو غټه ضربه وي د افغانستان دپاره، چې دې ته باید د اسلامي عمارت له خوا نه هم جدي توجه وسي او کولی سو د دې دپاره موږ معدلې لارې د دوی هغه کوم ډیپلوماټانس چې دي د هغه له لارې موږ په دوی باندې فشارونه راوړو تر څو پورې واقعا چې دوی قرآن عظیم شان ته سپکاوی کړی تر څو دغې لارې نه موږ دوی سره یو حل ته ورسیږو. او د سویډیش کمیټي چې تر کوم زی پورې زه معلومات لرم د دوی مشر هم اسلامي امارات نه او له ټول اسلامي نړۍ نه البته بښنه غوښتې ده چې واقعا چې یو ډیر نامشروع کار سوی ده او پاینده کې به دغه ورته اقدامو ته دوی توجه کوي. بسیار تشکر سنو ایسی برمگردم شما. بل خوبی سیو خوب عزیز شما، حالا شما هرچند تاکید کردین که الله خیر و رازقین، اما در این نهادها که در افغانستان فعالیت میکنن بیشتر کمک رسانی میکنن به مردم، خب حالا آمارهایی هم که هستن در کنار از این که این نهاد فعالیت های شما متوقف کردن، اگر نهاد های دیگر کمک رسان در افغانستان فعالیت های شما متوقف بکنن، از دید شما وضعیت چگونه میشه؟ بحرانی تر میشه؟ وضعیت بهتر میشه؟ خوبتر میشه؟ یک مقدمه به فرمایش شما عرض بکنم که خوبه کشورهای اسلامی وحدت رو از کشورهای کفری یاد بگیرن، و حالی که درس وحدت در دین اسلام هست با هم متحد باشن. در این خصوص او مقداری که یک کشور کفری کمکش قطع میکنه به لحاظی که امارت اسلامی اعتراض میکنه با آتش زدن کتاب مقدس قرآن شریف، کشورهای اسلامی ثروتمند به جای درست کردن هتل برای معذرت میخوام شتورها در عربستان که شب 100 دلار و بالاتر و پایین تر برای یک شب یک شتور هتل درست میکنن، اینا وظیفه دارن که از ملت مظلوم و مجاهد افغانستان دفاع کنن و برای درس وحدت به کفار همین کمک رو دو برابر بکنن. مثلا قطر، بحرین، کشورهای خلیج، کشورهای اسلامی بگن که به فرمایش جناب استاد که اگر شما مثلا روز 50,000 دلار به افغانستان میدادین ملت مجاهد افغانستان غیرت کرد در مقابل بی‌حرمتی قرآن شریف و نگرفت از شما، شما بیاین روزی 100,000 دلار بدین. وجود نداره. روزی 100,000 دلار بدین شما، و ما امیدواریم که این کارو بکنن. ناامید نیستیم. چرا یک بارچگی وجود نداره؟ ناامید نیستیم، ان شاءالله که با همت رهبران بیدار
ممکنه انشالله رفته رفته همین عکس العمل های زشت کفار منجر شه به بیداری رهبران اسلامی برای دفاع از مقدسات و ملت های مظلوم و مجاهد مثل افغانستان. بله، من پرسش که بازم میخوام تکرار بکنم، خب اگر نهادهای دیگر رو بیان متوقف بکنن فعالیت هایشون به خاطر هماهنگی یا همبستگی با این نهادهای دیگر در این کشور، وضعیت از دید شما بحرانی تر میشه یا نه؟ نه، وضعیت دست پروردگار تعالی هست، نه دست کفار. و مسلمان ها در صدر اسلام هم کنترل وضعیت در صدر اسلام هم مسلمانان محاصره اقتصادی و جنگ های سخت نابرابر و صدها مشقت رو دیدن و الحمدلله با صبر و استقامت و پایداری و قناعت و وحدت بر همه گی فائق آمدن و حال ما ملت یک ملت یعنی بزرگ هستیم. مشکل باوجود نمیاد، وضعیت نه بهتر هم میشه. بهتر میشه. پس امارات اسلامی میشه رو همواره تاکید بر این داره که از شما جانی میخواد از این نهادهایی که در افغانستان فعالیت دارن کمک های بشریشون افزایش بدن، مردم نیاز دارن و باید کمک هم صورت بگیره به مردم. وقتی که بدون کمک های از نو وضعیت بهتر میشه، چه نیاز از امارات اسلامی همواره داد بزنه که امارات اسلامی بر اساس وظیفه شرعی از همه ممرهای ممکن بی ضرر کوشش میکنه که وضع معیشت و زندگی مردم افغانستان بهتر باشه و اون هم یک کوششه. اگر موفقیت آمیز بود دو اجر داره، هم امکاناتی آمده هم خیر و ثواب. اگر موفقیت آمیز نبود پروردگار تعالی از نیت پاک مسئولین امارت اسلامی آگاه میشن و انشاءالله از راه دیگه جبران خواهد شد. درست، بلخواب اسم شما بیشتر اشاره کردین که مثلا بیشتر از این امین نهادهایی که در افغانستان فعالیت میکنن میرن از یک منطقه آمارگیری میکنن که ایش نیاز نیست از لحاظ اقتصادی از لحاظ وضعیت و شرایط دیگه و بیشتر یعنی بود استخباراتی داره. پس چنین زمانی که چنین هست چرا امارات اسلامی اقدام نمیکنه، یک اقدام قاطعانه که همه این نهادهایی که در افغانستان به خاطر مسائل استخباراتی فعالیت میکنن آمارگیری میکنن متوقف نمیکنه؟ امارات اسلامی یک شفقت و چشم پوشی از یک جانب و در نظر گرفتن وضعیت مردم از جانب دیگه و البته مثل حکومت‌های گذشته به طور کامل ارسر هم به دست اونها نمیده، تا حدودی که امکان داشته باشه نظارت میکنه که ضررهای اونها کمتر صورت بگیره و منافع اونا بیشتر باشه. یعنی 40% اگه ضرر میرسونن 60% فایده داشته باشن و اگر امارت اسلامی به این نتیجه برسه که 60% ضرر و 40% فایده، یقینا که اونا رو نصیحت میکنه. بسیار تشکر بلخوابی سیب. ستانگزی سیب، خب حالا فکر میکنین نهادهای دیگر در افغانستان نقششون چی هست و چقدر مثلا در پروژه ها در مسائل اقتصادی و قضایی گپا در افغانستان نقش دارن و از دید شما اگر همه به یک بارگی بسته شوند متوقف شوند افغانستان در چی مسیر فکر میکنین حرکت میکنن؟ کمانگو گروه لکتیره که بار بار منگه یادوری کرده چه اقتصاد و سیاستونه او نظامون البته په اقتصاد یو ملک ولاړ چې اساسي بنیاد د هر نظام او د هر پالیسیانو البته اقتصاد د چاو ډیر مهم اړین بخش د پر ملک که چیرته دغه یو ان دی پی بعضی پروژې دی ان دی پی یا د یو ان هغه د نړیوال سازمان کوم پروژې چې البته د سویلش کمیټې لخوا دلته تطبیق دلی نو دقیقا چې د هغې هغه فنډنګ یا هغه بودیجه چې کومه تصویب سوې ده او د هغې ودرېدل کېږي نو دقیقا دلته ډبلیو اف پی به هم هغه خپل سایډ نیسي او د دغو سره په شکل دی تر څو د دوی ته هغه د اجازې نه ورکول او دوی به خپل هم هغه فعالیتونه بندوي. زه فکر کومه تر دې تر مخه باید چې اسلامي امارات هم په دې فکر وکړي د نړۍ سره دایمن البته افغانستان که په تیره کې موږ وګورو دایمن افغانستان د نورو ملکو اسلامي ملکو تر خوا ودرېدلی دي، اما کلم چې د افغانستان هغه خبرې رامنځته کېږي یا افغانستان کله چې ګوري که په تیره کې موږ دغه دوه لسیزې یا درې لسیزې د افغانستان هغه اقتصادي یا سیاسي وضعیت ته ګورو دایمن زموږ هغه ټول اسلامي ملکونه البته افغانستان نه په یوې خوا سوي دي. نو په کار د اسلامي امارات تر څو دغه اقتصادي ناورید دننه چې په دې کې لکه موږ وګورو نو حضرت محمد سلام خپله هم د هغه خپل قوم دپاره له غربت نه پناه غوښتې ده، دعا یې کړې ده. نو د دغه مشکلاتو چې د افغانستان د وګړو چې البته حکومتونه هم اسلامي امارات هم د دغه افغانستان له وګړو باندې هم حکومت کوي او هم له دغه نه جوړ سوی ده او په دې ولاړ ده، نو د دغو خلکو د بیروزګاری یا د دغو خلکو د فقر دپاره
باید چې یو داسې لاره غوره سي تر څو پورې د دغو نهادو نور نهادونه یو ان ډی پی یا هغه نور خارجي نهادونه چې افغانستان کې دایمن لکه ما بار بار یادوري کړې چې د افغانستان په اقتصادي سیاسي او اجتماعي ټولو عرصو کې د دې په پرمختګ کې البته رغنده رول لوبولی دل دینه به سترګې پټې نه شي تر څو بل دغسې یو معادل لاره پیدا سي چې د افغانستان هغه اقتصادي وده یا د خلکو بېروزګاري کچه تر څو نور یعنی اگر خلاصه بگوین که با متوقف شدن فعالیت های نهادها در افغانستان وضعیت بحرانی میشه نمیشه آقای بلخوبی به باور است که برعکس بهتر هم میشه اگر این نهادها در افغانستان من گوگورو یو خبر به من البته زانه نکو دقیق که چیرته من میدان تراسو افغانستان یو داسې مدنیت نه لري چې د افغانستان دیننه مصارف کومنګ د افغانستان مصارفي عملیاتي بودیجه وګورو زمنګ 219 میلیارد افغانۍ د افغانستان عملیاتي بودیجه ده چې په تیر کال کې د اسلامي امارات ته فعالیت او د زور په برابر باندې زمنګ 100 میلیارد افغانۍ اواید و کګورو منګ ته مصرف دلته زمنګ 119 میلیارد منګ دلته شارټ اف فاند یا د بودیجه کم اکثر مخکیګو کچیرته د دغه نهادو فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي نو دقیقا چې زمنګ هغه عملیاتي بودیجه چې هغه زمنګ نظامی دیننه هغه اداري بخشونه زمنګ توقف کیږي البته موږ و نسو کولای اسلامي امارات یا د افغانستان تیر حکومتونه چې موږ خپل هغه عملیاتي بودیجه اقلا ماده کو تر څو زمنګ هغه د حکومت هغه حالات په یو عادي حالات کې تر څو دوی لاړ سي نو زه فکر کوم چې دلته بهتري به نه وي او یو مشکلات به افغانستان ته مخکیږي بلخوبی صاحب اگر جنبندی هم داشته باشیم آیستایستایی که حالا بیشتر اتکای ما بر کمک‌های جهانی است در حال حاضر فکر میکنین گذشته از اینکه نهادها در افغانستان فعالیت نداشته باشه امارات اسلامی خودش چی برنامه‌ای داره به خاطر مهار بحران در افغانستان فقر در افغانستان و مکلفیت‌هایی که داشته تا اینجا کار چقدر او را به موجه احسنش ادا کرده البته که اتکای ملت افغانستان به خداوند تعالی هست نه به کمک‌های کشورهای خارجی اعمی از مسلمان و غیر مسلمان اگر اونها به هر انگیزه یک همکاری میکنن دینیه که به ملت افغانستان میپردازن چرا خسارتی که به ملت افغانستان وارد کردن باید جبران کنن و اگر نپردازن انشالله پروردگار تعالی هست و راه های فراوانی میتونه که انشالله برای سهولت اینجا زندگی اینجا باید برنامه های روی دست گرفته مردم بگذاره باید مکلفات در همین طول مدت حاکمیت اندک الحمدلله فعالیت های گسترده ای انجام فکر داده فکر کنید چقدر زمینه سازی کردن به خاطر اشتغال زایی به مردم به خاطر ایجاد فرصت ها و کارها و ایگپ ها رو در افغانستان در تحت حاکمیت امارات اسلامی مثلا چقدر از دو جانب امارات اسلامی کوشش کرده یکی فعالیت های دیپلماتیک برای گرفتن پروژه های مشترک مثل ریل مشترک خط لوله مشترک که از کشور ما عبور بکنه و حق ترانزیت و سهولت برای مردم ایجاد شه و در این پروژه ها زیاد کوشش کرده از حکومت های گذشته بیشتر موفقیت داشت در پروژه های داخلی بر اساس اینکه هر ملت باید به پای خود بیسته روی معادن سرمایه گذاری شده و راه های ترانزیتی و راه‌های داخلی شدیداً در برنامه کار امارات اسلامی است. یک بخشی از مردم افغانستان مدعی هستند که برعکس کار ازشان گرفته شده، حق آموزیشان گرفته شده، حق تحصیل ازشان گرفته شده تحت امارات اسلامی به جای از اینکه فرصت‌ها برش ایجاد شده، فرصت‌ها ازشان گرفته شده. این صحبت ملت افغانستان نیست، صحبت شکست خورده های یک از کشور رفته، بله درآمدها سوء استفاده ها، که از مردم بلند میشن اینا شکست خورده ها، فساد های مالی گسترده که اونا داشتن. ما دیروز یک کس میگفت که 20 میلیون افغانی یا کم یا بیش تنها برای کود چمن در وزارت داخله فلان وزیر امضا کرده بوده که مثلا 3 میلیون میشده یا کمتر میشده یک چنین استفاده های کلان از دست اونا گرفته شده ولی از دست ملت افغانستان چیزی گرفته نشده بلکه دستاوردهای کلانی نصیب ملت شده با کمی صبر و حوصله ان شاء الله که مردم میکنن فکر میکنن اساس ندارن به بنیاد حسن همین تراس های دیروزی که خانم ها داشتن در افغانستان مثلا بخاطر از اینکه حق نان ازشون گرفته شده کار ازشون گرفته شده و اساس صدایشون بلند کردن نهادهای دیگه هم اجازه ندارن فعالیت بکنن کمک رسانی بکنن حکومت خودشون هم زمین سودی نمیکنه بخاطر کار و فرصت سازی به مردم پس فکر میکنین این مردم به بنیاد و به دلیل صحبت میکنن گفته میشه که هیچ حکومتی در دنیا کامل و بی اشکال نیست امارت اسلامی هم یک حکومت نوپا هست و وارث بسیار خرابی های گذشته
و نداشتن زیربناهای اساسی اقتصادی و سیاسی. بنابراین نقایص و مشکلاتی هست، اما ای از سابق به ارث مانده و امارت اسلامی در نهایت کوشش کرده که این محرومیت ها به حد اقل برسه و او مردم هم همه مردم افغانستان نیست، یک عده اندکی هستند با تحریکات خارجی بر علیه نظام هیاهو و آشوب برقرار میکنن و بسیار تشکر بر مشکلی نیست. درست سلامت باشین. استانگزای سپاس از دید شما. خب حالا آخرین پرسشی که میخوام مطرح بکنم این که برنامه های جامع و واسه حکومت و حاکمیت کنی باید چی باشه به خاطر بهبود اقتصاد و رفاه افغانستان؟ علاوه بر اینکه ما خب درست بلخ بیس میگه که اتکای ما به خداست، کشور خارجی نیست، خب کمک همه به افغانستان که از اتکا به خود داشته باشیم، حداقل از منابع داخلی خود متکی باشیم. کمنګ وګورو بلخبی صاحب ډیر ښه خبره وکړله چې البته الله پاک موږ تاسې ته روزی رسان ده، الله پاک موږ تاسې ته روزی را رسوي، اما الله پاک موږ تاسې ته ویلیم دي چې باید موږ تاسې خپل فعالیتونه لکه اقتصادي خپل سیاسي چې یادوري په قران عظیم شان کې سوي چې تاسې خپل هغه فعالیتونه یعنی ودروي موږ تاسې خپل فعالیتونه کوي. او الله پاک ویلي چې ما تاسې ته د ځمکې په سر هر څه درکړي دي، نو استاد فکر چې تاسو تر هغه پورې ځان ورسوي او تر غون استفاده وکي. د بلخابي صاحب خبرې د تایید سره البته کمنګ چیرته دلته دغه بندیزونه منګه په بعضی خارجي مؤسساتو باندې منګه لګو، نو د بلخابي صاحب د خبرې په اساس چې البته منګه ډیپلوماټیک لارې نه کوششونه اسلامي امارات دا کوي تر څو پورې د افغانستان ته هغه خارجي مؤسسي یا خارجي ملکونه د سرمایه‌ګذاري د جذب لپاره کشف کړي، که چیرته دغه سی بندیزونه زمونږ کیږي زما په فکر سره ډیپلوماټیک البته د حل لار به نوی دلته نور بعضی مشکلات را منځته کیږي. زه فکر کوم چې البته اسلامی امارات کوم دغه یو بندیز یا یو دریز چې د قران عظیم شان په باره کې ونی او یو ډیر غیرتمن دریز ده، دین باید هر څوک دفاع وکړي او خه کار کړي، اما په بل برعکس د افغانستان په خپل په خو درولو د پاره د افغانستان د بقا د پاره د افغانستان د دغه فقر یا د خارجيانو د تات چې دایم منګه مجبور یو دغه سی په منګه باندې دوی څه کوي دوی نه دالاره کو د دغه د مشکلاتو د حل د پاره البته خارجي یا نړیوال مشروعیت ته منګه باید کار وکړو تر څو دوی سره هغه خارجي ملکونه افغانستان تراسي د افغانستان په زیر مو باندې سرمایه گذاری چې البته افغانستان خپل هغه توانایی د زیر مو باندې دوی نه لري تر څو منګه وکولای سو افغانستان په خپل خو ودرېږي هغه خارجي کومکونه لاس په سر سو، نو هغه نه بروست منګه کولای سو چې البته په نظامی او په اقتصادي او په سیاسي اړخ کې ټول دغه ملکو ته چې زمنګ اسلام یا زمنګ کتاب ته یا زمنګ هر هغه د اسلام یو بخش ته پسپک ګوري، نو غیر روس ته من کولای شو یو قاطی تصمیم وځو. بسیار تشکر. ممنون کوم یو قاین اسف سنگزا آگاه اقتصادي و همچنان سید هاشم جوادی بلخابی آگاه سیاسی از این که دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه حضور یافتین. بسیار خوش آمدید.